سلام عرض میکنم خدمت دوستای عزیزم. امروز هم با یه مین کورس دیگه در خدمتتون هستیم، غذای دریایی با سرکار خانم فروزان. سلام خدمت همه دوستان عزیز. خانم فروزان یه توضیح مختصر در مورد غذاتون، اسم غذا و موادش. من برای شام امروز ماهی سفید با سیب زمینی برشته و زیتون انتخاب کردم، چون همونطور که میدونید ماهی نسبت به سایر گوشت‌های دیگه خیلی هضم آسونی داره و پر از مواد اومگا 3. بله، چربی‌های هر دو چربی‌های اومگا 3 و اومگا 6 رو داره که همیشه دکترای تغذیه میگن که حداقل هفته ای دو بار باید از این چربی‌های خوبو که برای سلامتیمون لازمه استفاده کنیم. خیلی بهتره که مثلا ماهی یا گوشت سفید جایگزین گوشت قرمز بشه، من برای سلامت خیلی دقیقاً خیلی خوبه. معمولا هفته ای 3-4 بار رو میگن و با اینکه من خودم اینو میدونم، الان که فکر میکنم هفته 3-4 بار نمیخورم، ولی حداقل هفته 2 بار باید خورد. معمولا تو کشورهایی هم که کنار دریا هستن و نزدیک دریا هستن، غذاهای دریایی بیشتر استفاده میشه. دقیقا، مثلا تو ایران، مثلا هموطنه شمالی عزیز و جنوبی که شما هستید، خب من افتخار اینو نداشتم که از این غذای شمالی یا جنوبی بخورم، ولی عکساشونو که میبینم واقعا غذای خیلی لذیذی بود. یه دفعه که اومدید برات ماهی سبور درست میکنیم با هشو و این چیزا، خیلی خوشمزه است. آره، تنور میخواد، بعد تو تنور بزنیم اونو. تنورش با ما. شما آره. یه قولش اینجا بدید جلوی دوربین ما تنورش جور میکنیم. خب این برای ماهی میگم که فقط توی مثلا تو رودخونه کارون سید میشه، من اینجا نمیدونم خب کجا. اون اشکالی نداره، به خاطر اینکه این ماهی که من امشب انتخاب کردم ماهی بارماندی استرالیا است که حالا چجوری شنا کرده یا بازور بردنش، من تو رستوران آمریکا همین ماهی رو دیدم، پس به خاطر همین شاید اونا هم شنا کنید، بهانه نداشته باشید. اگه از آبادان میان تو استرالیا هم میرسن. اگه شما هم از این ماهی هم ماهی هم میان دیگه، ماهی هاشون آبادانی باشن تا اینجا میان به راحتی میان. خب بقیه مواد اولیه‌اش رو میگم. همونطور که گفتم با سیب زمینی برشته است که حدود نیم کیلو یا 800 گرم سیب زمینی استفاده میکنیم. بعد 4 تیکه ماهی سفید، حالا میتونه هر ماهی سفیدی باشه، من حالا چون تیکا کوچیک‌تر بود 6 تیکه استفاده کردم. بعد 100 گرم زیتون سیاه و آبشن لیمویی استفاده کردم. آبشن لیمویی؟ بله، چون که دوستای من ترشمزه دوست دارن، تصمیم گرفتم که از آبشن و لیمو و کیپرز استفاده کنم. کیپرز اگه دوربینون بگیرن، کیپرز این چی هستش؟ بگیرن توضیح بگیرن. کیپرز رو من خودم تو سوسایی که برای غذای دریایی توی سس تارتر استفاده میکنم و ایران که بودم، من خیلی بدجور به قول معروف در به در دنبال کیپرز بودم که بله. شیشه شه اون که دوستان اگه خواستن از جایی تهیه کنن سوپرمارکت این کیپرز قسمت سالاد. آره، طعم خیلی خوبی داره، مثل طعم ترشی میمونه تقریبا، طعم خوبی داره، حتما تهیه کنم برای تو غذاشون تو سالاد استفاده کنم. بله، اتفاقا تو ایران که من دنبالش بودم خیلی ها متوجه نمیشدم، ولی یه جای مهمونی بودیم، خانم میزبان که خیلی خانم نازی بودن متوجه شدن و ترشی رو بردن، گفتن که ما اینا تو ترشی استفاده میکنیم. بعد چند تا از ورقای لیمو هم استفاده میکنیم. بعد از اون گوجه خوشگلا. بله، من خودم اولا که اینجا تو مجله های غذا یا کتاب های غذا عکس ماهی کنار گوجه میدیدم، باور نمیکردم که چجوری ماهی رو میشه با گوجه خورد، ولی الان همیشه گوجه درست میکنم. از این گوجه های گلاسی استفاده میکنیم با کمی روغن زیتون و 200 میلی لیتر شراب سفید. شراب سفید الکل داره؟ بله، دوباره گفتم این الکلش میپره، اصلا نگران نباشید. نه مشکلی نیست، بله مشکلی با الکل نداره. خب الان شما اگه گاز رو روشن کنید، یه خوردم روغن زیتون اضافه کنید. من این سیب زمینی ها رو باید به
تون اندازه 5 میلی لیتری ببرم. چقدر بریزم؟ فکرم که اینا حدود 15 دقیقه باید اینا رو سرخ کنیم. کم نه همون بسته همیشه میشه اضافه کرد. این چاقوه ما هم که یه خورده کند شده، ولی اینا رو به این اندازه میبریم. چاقوه ها رو قبلا تو ایران باش پوست و گوسفند جدا میگن، خیلی چاقوهای خوبی بود. این چاقو بله برام کادو بوده از ایران، چاقوه زنجانه و من خیلی دوستش دارم. صحبتیه خب حالا که روغن داغ شد فقط سیب زمینی ها رو سیب زمینی رو تو بشیم. بله یه حدود 15 دقیقه دو طرفش میپزیم که برشته بشه. همین یه دور کافیه برایشم؟ برایشم من حالا براتون درست میکنم. خب الان دیگه کاری نداریم تا؟ نه فقط اینا رو آماده میکنیم و فر رو روشن میکنیم تو درجه 200 میذاریم که داغ شه آماده بشه برای مرحله بعدیش که میخوان. خیلی خوب، پس ما فر آماده میکنیم، سیب زمینی ها رو سرخ میکنیم، منتظر میشیم تا فرمون گرم بشه، سیب زمینی حدودا 15 دقیقه آماده بشه طراحی بشه، بعد برمیگردیم ادامه بدیم. الان ما این سیب زمینی ها رو گذاشتیم حدودا 10 تا 12 دقیقه سیب زمینی اون دو طرفش سرخ شده. تصویر رو الان محبت کنم بگیرن تصویر رو. سیب زمینی ها اون دو طرفش سرخ شده، الان میخواید چیکار کنید؟ الان سیب زمینی ها رو من انتقالش رو میدم به ظرف مخصوص فر که توش کاغذ مخصوص فر گذاشتم. اینا رو میچینیم ته این ظرف. میشه تو سینی هم سینی فر استفاده کنم؟ آره، یا حتما من ظرف گود باشه؟ نه نه هیچ فرقی نداره، میتونن دوستان عزیزم میتونن تو هر ظرف فرش رو اینا رو بذارن، ولی کفش اون چیز بزنه این کاغذ مخصوص فر. بله چون نمیخوام سیب زمینی ها بچسبه، به خاطر همین از این استفاده کردم. من اینجوری سیب زمینی ها رو چیدم کف این سینی. بعد زیتون ها رو اضافه میکنم، زیتون های سیاه اضافه میکنم، میچینم روی سیب زمینی ها اینجوری میشن. بعد شیپر ها رو میریزم. و شاخه های کیپرال هم که اینجوری اضافه کردم بهش و مرسی خیلی ممنون. و شاخه های آبیشن هم میذارم دور زرفمون یا روی همون سیب زمینی ها که اینجوری میشه. همین طراحی خیلی قشنگ، سه رنگ قشنگ زرد و قهوه‌ای و سبز اینجا هستش. بعد نوبتی هم که باشه نوبت شراب سفیده، این هم روشون میریزیم. و الان اینو فر که آماده کردم با درجه 200 فرم روشن کردم. بله. آره چند دقیقه با درجه 200 درجه فرمون گرمه. خب این گوجه ها رو کنیم؟ نه اون برای بعدنه. و الان اینو برای 7 دقیقه میذاریم توی فر، توی فر میمونه. بله شما زحمت شما باشید. مرسی. دوستان عزیز ظرفمون از فر در آوردیم، یه بار دیگه یه دوره میکنیم سیب زمینی ها رو به صورت برش کردیم، سرخشون کردیم، چیدیم تر ظرفمون، زیتون رو اضافه کردیم با کیپر و با آبیشن و شراب سفید اضافهش کردیم، 7 دقیقه گذاشتیم توی فرمون، الان درش آوردیم. مرحله بعد تیکای
ماهی رو میچینیم تو سینیمون. بعد از این ورقه های لیمو رو رو هر تیکه ماهی میتونیم یه دونه ورقه یه. حالا اینو شاید اگه دوست داشتید میتونید نشون بدید. این ظرفش خیلی داده، من از دستکش استفاده کنم. همونجوری ببینم که ماهی ها رو گذاشتیم روی هر ماهی، یه تیکه لیمو هم گذاشتیم که الان باید بفرستیمش دوباره توی فر. بله، من روغن زیتون رو ماهی ها میریزم. بعد گوجه های خوشگل و خوش رنگیمون رو اضافه میکنیم. گوجه هم لابده ماهی ها. بعد من از قصد ظرف فر کوچیک استفاده میکنم که روی هم راحت تر بشه چید. بعد همین کمی هم فلفل سیاه میزنیم. من نمک نزدم. نه، من توی جان نمک نزدم برای اینکه خود لیموها و کیپرس و زیتون این غذا رو به اندازه کافی خوشمزه و ترش مزه میکنه و به خاطر همین نمک نزدم. همین اینا الان دیگه برمیگردونیم تو فر. تا نیم ساعت یا 45 دقیقه بستگی داره، تا موقعی که رنگ مات ماهی عوض بشه و مغز پست مخفوخ بشه. بله. خب پس فرمون که آماده است، روشنه، فرم همون 200 درجه باشه. بله. برمیگردیم تو فرم 45 دقیقه صبر میکنیم تا این ماهی ها به همراه بقیه مواد کاملا پخته بشه. خیلی ممنون. دوستان 45 دقیقه همون گذشت، الان ماهی ها روشون برشته شده، فکر کنم آماده است که من کم کم از توی فر درشون بدم. بله بی زحمت. این دستکش آقا پویا خیلی بهتون میاد و میترسم یه موقع موت شده بعدم ببرم این موقع. خیلی ممنون. خب خیلی داغه. من اگر تصویر بردارمون محبت کنم بگیرم تصویر رو، چه شکل قشنگ گرفته، چه بوی خوبی داره. اصلا موادش مخلوط نشده، رنگاشون هم هنوز به هم نخورده و خوش رنگ تر هم شده. حالا تنها کاری که باید بکنیم تو بشقابون بچینیم و تزیینش کنیم و خوشگلش کنیم برای آماده برای خوردن. میریم میچینیم توی ظرف آماده شد، بریم نشونتون. غذا رو در آوردیم، سروش کردیم داخل بشقابمون. حالا یه تصویر بردار محبت کنم بگیرم. بسیار خوش رنگ و خوشبو شده و همونطور که میبینید از رنگ‌های مختلفی تو این غذا هست. خیلی خوش رنگ و رنگ‌های متنوعی داره. بله، این عالیه برای مهمونی. میشه یه تیکش رو بجوشم؟ حتما حتما. ببینیم مزهش چطوریه. داوری شما شرط کنم این خود سخت باشه برای اینکه غذای دریایی خیلی خوشمزه خوردید. اونطور دیگه دفعه دیگه که ماهی میخوریم انشالله اون ماهی از آبادان رسیده و میرسه، حتما میرسه. شما پختید و میاد که ما چطوری اومده اونم میاد. ما با بچه ها میاییم فیلم برداری. واقعا خوشمزه است. یکم از این اینا چی بود اسمش؟ کیپرز و این؟ از زیتونش؟ از زیتون ها.
کاری خوش من بیادیم. مرسی، خوشحالم که دوست دارید. خیلی ممنون. ویلکون نیستم. نه راحت باشید. این امیدوارم که خوشمزه شده باشه. آره. مرسی، خیلی ممنون. حتما این غذا رو درست کنیم. واقعا خوشمزه است. مرسی. خدا. تا برنامه بعدی خدا حافظ.